درود بر دوستان عزیز، من زئوس هستم، خدای خدایان. من کلن بنا رو بر این گذاشتم که بر نقد بر کلیپ های خودم پاسخ بدم، اما بسیاری از نقد ها راستش از سر اینه که یا موضوع اصلی رو رها کردند و به موضوعی حاشیه‌ای و بی اهمیت پرداختند، یا اینکه درست متوجه منظور من نشدند و چیز دیگه ای رو نقد می کنند و یا گیر دیگه ای دارند که ارزش وقت گذاشتن نداره. حالا به یک نقد و به یک به اصطلاح خودشون سوتی که از من گرفتن پاسخ میدم. در این پوستر از من مثلا سوتی گرفتند، مال چند سال پیشه، چیزی نبوده که بخوام جوابش رو بدم، اما خب میبینم که تو این چند ساله همش هی داره در کانال‌های مختلف اسلامی بازنشر میشه. به پیشنهاد دوستان میخوام به اون پاسخ بدم. خب نوشته که بی سوادی و تناقضات اساتید آتئیست ها. زئوس کلیپ ساز میگه که فرگشت در صدد حذف هیچ گونه جانداری نیست. و از طرف دیگه باز زئوس میگه که فرگشت با انتخاب طبیعی باعث حذف جانداران میشود. این وضعیت برخی از اساتید آتئیست هاست که در ارائه مطالب بسیار ساده فرگشت و زیستشناسی چنین تناقضات وحشتناکی دارد. دیگر خودتان سطح سواد بقیه آتئیست ها را حساب کنید. باشه، من رسوا شدم، بی سوادم، اما خودمونیم. آیا در این کانال های اسلامی یکی پیدا نشد که از این ادمین های محترم بپرسه که آخه این کجاش تناقضه؟ کجاش غلطه؟ فرگشت باعث حذف جانداران میشه، درسته، و اینکه فرگشت در صدد حذف هیچ گونه جانداری نیست، اینا چه تناقضی با هم دارند؟ یا ادمین های محترم معنی در صدد بودن رو نمیدونن، یا معنی تناقض رو نفهمیدن، و دوستان دیگه هم لابد بروی ادمین ها نیاوردن تا اونها احیانا خجالت زده نشن. خب فرگشت در صدد حذف هیچ گونه جانداری نیست، به دنبال این نیست که جانداران رو از بین ببره، بلکه به دنبال تولید نسل بعد هست. حالا در این میان در انتخاب طبیعی موجب حذف جانداران هم میشه، بله. درک این مطلب که اینها تناقض ندارند خیلی سخته. همچین نوشتن که چون این تناقضات وحشتناک. مثلا اگر بگیم رعد و برق باعث آتش سوزی جنگل میشه، و در جای دیگه هم بگیم رعد و برق در صدد آتش زدن جنگل نیست، آیا اینها تناقض دارند؟ خیر، از سوتی گرفتنشون هم یه جور سوتی دادن خودشونه. به هر حال اگه مطلبی رو پاسخ نمیدم به این معنا نیست که براش پاسخ ندارم. خیر، خب بریم سر نقد مورد نظر این قسمت. یکی از دوستان چون این نقد کرده، چون فرصت نیست کمی با سرعت بالا صداش رو پخش میکنم. میگن نقیض و کل شیء رفع و رفع و کل شیء نقیض، یعنی هر چیزی رو میخواهید تناقضش رو به دست بیارید رفعش کنید، یه غیر بذارید سرش، یه لا بذارید سرش. مثلا انسان و غیر انسان، انسان و لا انسان، متناقض انسان میشه غیر انسان، نمیشه یک موجود هم انسان باشه هم غیر انسان، و نه انسان باشه نه غیر انسان. من الان مثلا توی تقسیم بندی کل موجودات عالم میارم، هر موجودی توی این عالم هستی، هر موجودی یا سوزن است یا غیر سوزن، نمیشه یک موجودی هم سوزن باشه هم غیر سوزن، نمیشه هم نه سوزن باشه نه غیر سوزن. این میگن تناقض. پس این 4 تا شد. حالا خب منطقی اومد اینجلو، هر چیزی رو میخوام تناقضش رو به دست بیاریم چیکار کنیم؟ هر مفردی رو تو مفردات یک لا یا یک غیر بذاریم سرش، نقیض کل شیء رفع و رفع کل شیء نقیض. حالا من سوال دارم، نقیض مادی چی میشه؟ نقیض مادی چی میشه؟ ماده نقیضش چی میشه؟ غیر ماده، غیر مادی. و دو چیز متناقض هم نه با هم جمع میشن نه رفع، یعنی نمیشه که بگیم یک چیزی هم بذارید تا همون سیر معلول بمونه، یک معلولی رو ما بهش میرسیم، حالا بگیم علت این یا مادی است یا غیر مادی، این میشه حصر عقلی، تناقض. حصر عقلی و تناقض درست میشه خیلی وقت‌ها، تصمیم سازی که متناقض دو چیز با هم. علت یک چیز یا موجود مادی است یا غیر مادی. وقتی علت یک چیزی موجود مادی نباشه چی میمونه؟ غیر مادی میمونه دیگه، علتش میشه غیر مادی. نمیتونیم چه بگیم علتش هیچه، علتش عدمه،
این نکته رو من بارها سعی کردم که توضیح بدم. او شاید نکته سختیه که برخی دوستان متوجه اون نشدند، و اما اشکالی نداره. دوباره توضیح میدم. در منطق ریاضی در دوره دبیرستان حتما خوندید که پی یا نقیض پی، این همواره درسته. این حصر عقلیه، بحثی نیست. در فلسفه گاهی به اشتباه اینجوری میگن که مثلا علتش یا مادیست یا غیر مادی. خیر، این غلطه. بلکه درستش این میشه که یا علتش مادیست یا علتش مادی نیست. این حصر عقلیه. نقیض یعنی این، یا علتش مادیست یا علتش مادی نیست، نه اینکه علتش یا مادیست یا غیر مادی. خیر، اون لا رو، اون علامت نفی رو باید پشت کل جمله بگذارند، نه پشت کلمه مادی. علتش مادیست یا اینکه لا علتش مادیست، یعنی علتش مادی نیست، نه اینکه علتش یا مادیست یا لا مادی، یا مادیه یا غیر مادی. خیر، فرقشون اینه که وقتی میگید علتش یا مادیست یا غیر مادیست، فرض رو بر این گذاشتید که اولا حتما علتی است، حالا یا این یا اون، و دوم اینکه حتما موجود غیر مادی هم وجود داره که اگه این نبود پس اونه. و این فرضها به اشتباه یا یواشکی و به عمد به استدلال اضافه شدن، و این غلطه. اما وقتی میگید که یا علتش مادی است یا علتش مادی نیست، دیگه این فرضهای اضافه و اثبات نشده رو دیگه نداره. حالا تازه میشه حصر عقلی. پی یا نقیض پی، این حصر عقلیه. دقت کنید، این که علتش مادی نیست شامل این هم میشه که ممکنه اصلا علت نداشته باشه. اما اینکه یا مادی است یا غیر مادی است، دیگه حتما بنا رو به این گذاشته که حتما علت داره. یه مثال بزنم روشن شه. فرض کنید شما موقع ناهار میاد خونتون، فقط برادرتون هم خونتونه، و میبینید ناهار شما خورده شده. خب اینجا الان من یه حصر عقلی شما میچینم، ناهار شما رو یا برادرتون خورده یا غیر برادرتون، درسته؟ از برادرتون سوال پرسید که ناهار من آیا تو خوردی، و برادرتون هم آدم راستگوییه و شما هم قبولش دارید، میگه نه من نخورده. از این نتیجه میگیرید که چی؟ از این نتیجه میگیرید که یکی غیر برادرتون ناهارتون خورده، نه اینکه هیچکی ناهارتون نخورده، ناهارتون خود به خود خورده شده. آدم که فعلی انجام نمیده، آدم که کاری انجام نمیده، این ناهاری که خورده شده، این فعلی که انجام شده، یک خورنده میخواد، یک کنه، یک موجودی میخواد کننده این کارو انجام بده، معدوم که نمیتونه بخوره ناهار، فعلی انجام نمیده که معدوم. دقت کنید، میگه غذای شما خورده شده، فرض رو بر این میگذاره که خورده شده، بعد میگه یا برادره خورده یا غیر برادره، درسته؟ اما اگه واقعا خورده شده باشه، خب ممکنه برادره غذا رو ریخته باشه دور و میگه که من نخوردم، و درستم میگه، اما لزوماً کس دیگه هم نخورده. از طرف دیگه وقتی که بر فرض میگیم غذا خورده شده، باشه برادره هم نخورده، کس دیگه هم که فرض کنیم نبوده که بخوره، خب از این نمیتونیم نتیجه بگیریم که پس اثبات شد که موجوداتی غیرمادی وجود دارند که اینها ویژگیشون اینه که کلن غذای انسان خور هستند و غذای من و اونا خوردن. خیر، چون این نتیجه گیری خیلی غیر منطقی و پرته. منطقیش اینه که بگیم فعلا نمیدونیم کی اونو خورده، و شاید هم اصلا خورده نشده. اونی که حصر عقلیه اینه که یا غذای من و برادرم خورده یا غذای من و برادرم نخورده، نه اینکه کس دیگه ای خورده. این حضرات میان در استدلال خودشون وجود موجود غیر مادی رو فرض میگیرند، بعد با استفاده از اون با دو تا جمله دیگه میگن که پس اثبات شد که موجود غیر مادی وجود داره. خیر، این خیلی غیر منطقیه. نباید نتیجه رو از ابتدا در فرض خودشون لحاظ کنند. امیدوارم متوجه شده باشند. نصیحت من به دوستان علاقه مند به این گونه مباحث اینه که حتما منطق ریاضی رو مرور کنند، در حد همون دبیرستان کافیه، حتی تمرینات کتاب درسی رو هم حل کنند، و همیشه منطق فلسفه رو با منطق ریاضی محک بزنند تا به اشتباه نیفتند. در آخر از اون دوستان مسلمانی که مؤدبانه نقد می کنند سپاسگزارم. بدرود دوستان.